سرخط خبرها. بدرقه شدن کاروان موترهای والی غزنی از سوی طالبان. داوود لغمانی بازداشت شد. حکومت با او چه خواهد کرد؟ ادامه تلاش‌های منطقه و جهان برای حل بحران افغانستان. حکومت افغانستان در دوحه طرح مشارکت سیاسی پیشنهاد کرده است. روانی که شالید حل لپاره و جامعه طرح ده کوربه هیواد تسپار لیده. پیش شرط های گروه طالبان از زبان پاکستان. عمران خان میگوید طالبان خواستار کنارگیری اشرف غنی هستند. و باز شدن دوباره پرونده استرداد احتمالی جولیان آسانج به امریکا. سلام و وقت بخیر. من بهرام امان هستم. دامنه پیشروی طالبان به غزنی یکی از نزدیکترین شهرها به پایتخت رسیده. والی غزنی به طالبان تسلیم شد و این ولایت را ترک کرد، اما در هنگام برگشت به کابل نیروهای امنیتی داوود لغمانی را با همراهانش در میدان وردک بازداشت کردند. بر بنیاد اطلاعات محلی، هرچند طالبان بر بیشتر بخش‌های شهر غزنی تسلط دارند، اما در بخش‌های اندک این شهر درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان همچنان ادامه دارد. میلاد سیار گزارش می‌دهد. کاروان موترهای ارشدترین مقام حکومت افغانستان در غزنی. ظاهراً این ویدیوها از سوی افراد وابسته به طالبان ضبط شده است. تصویری که از فرار والی غزنی و تسلیمی او به طالبان حکایت می کند. داوود لغمانی با این همه ساز و برگ نظامی از ولایت غزنی فرار کرد، موردی که به شدت واکنش برانگیز شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقادهای تند و تیز را به نشانی داوود لغمانی فرستادند. حتی معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته گزینش‌ها بر بنیاد روابط فردی فرار و تسلیم دهی در پی دارد. دا یو ملی خیانت تر سره کده ملی خائن په مقابل کې د عسکري د اصول مطابق باید دی پاشد مجازات باندې محکوم شي. در پای واکنش‌ها و افتادن بخش‌های زیاد غزنی به شمول ساختمان مقام ولایت به دست طالبان، نیروهای امنیتی داوود لغمانی را هنگام برگشت به کابل در بخش‌های از میدان وردک بازداشت کردند. والی ولایت غزنی با معاون و دیگر همراهانش در مربوطات ولایت میدان وردک توسط منصوبین پلیس امنیت داخلی وزارت امور داخله دستگیر شد. امروز قسمت‌های از شهر غزنی به دست ترورستان طالب افتید، ولی هنوز هم نیروهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت‌های از شهر غزنی حضور دارند. شهر غزنی در 135 کیلومتری پایتخت موقعیت دارد و یکی از شهرهای نزدیک به کابل است. بر بنیاد اطلاعات محلی، بیشتر بخش‌های این شهر به شمول ساختمان مقام ولایت و فرماندهی پلیس به دست طالبان افتاده، اما در بخش‌های اندک شهر غزنی نیروهای امنیت ملی با طالبان درگیری دارند. در این میان برخی مسئولان محلی تاکید دارند که والی غزنی شهر غزنی را در بدل یک معامله به طالبان واگذار کرد. انتقادهای تندتر به نشانی حکومت مرکزی. والی صاحب از موتور تا کرد. طالبان برش گفت که پلان کروزرهای زیر زره بان با دو دانه کرولا تلویسته که شما دهی بریم. باز والی گفت تکنیک که ما اینمتر گپ زده شده و ما اینمتر تفاهم و پروتکل کردیم. باز به نظر این پس موتور را برش داده. شاید آل نزدیکی کابل باشه و از اداره کابل هم ما میخواییم که با سطح کلام باشه خورد که یا هم نمچه کارغندی و یا طرفای کمپانی بره و هم گلای تازه که خود میگره نمیتر سرش پاش کنه که بخیر آمدی خوش آمدی غزنی رو خوب تسلیم کردی. در هفته های پسین بر بنیاد آمارها طالبان در ولایت های قندهار، هلمند، نیمروز، تخار، قندوز، بدخشان، سرپال، سمنگان، بغلان و در آخرین مورد هم غزنی پیشروی های کم پیشی نداشتند و در برخی موردها حتی مرکزهای شمار زیاد از این ولایت ها را به اداره گرفتند. اما وزارت دفاع ملی از بازپسگیری بخش های از دست رفته خبر می دهد. در افغانستان امنیتی ځواکونه په پلان او برنامه سره د دوی هغه موقتی شتون به لدی جن لري کوي. نیروهای دولتی و گروه طالبان درگیری های نفذگیر در برابر هم داشتند و در ادامه این درگیری ها دو طرف ادعای تلفات سنگین و پیشروی را در برابر یکدیگر نیز مطرح کردند.
همزمان نخست وزیر پاکستان گفته که دولت افغانستان در تلاش است تا آمریکاییان را به افغانستان بازگرداند. دلیل که عمران خان به این حرفش می‌آورد این است که اداره طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان دشوار شده. عمران خان ادعا می‌کند که برای حل بحران کنونی افغانستان از راه سیاسی زیاد تلاش کرده، اما سران طالبان به او گفتند تا هنگامی که محمد اشرف غنی از قدرت کنار نرود، طالبان وارد گفتگوهای صلح نمی‌شوند. اما ارگ ریاست جمهوری پاکستان را مقصر سر وضعیت کنونی افغانستان میداند. گیتی رحیمی جزئیات میدهد. پاکستان متهم به سخنگوی طالبان. نخست وزیر پاکستان پیش شرط طالبان را برای گفتگوهای صلح با افغانستان کنارگیری محمد اشرف غنی از قدرت میداند. عمران خان ادعا میکند که تلاش های زیادی برای حل بحران کنونی افغانستان کرده، اما طالبان آن را در صورت بودن اشرف غنی در قدرت نپذیرفتند. سه ماه پیش که رهبران ارشد طالبان به پاکستان آمده بودند، تلاش کردم آنان را به صلح ترغیب کنم. شرط طالبان این است تا زمانی که اشرف غنی در قدرت باشد، طالبان با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. این مقام بلندپایه پاکستان وضعیت امنیتی افغانستان را پیچیده می‌داند و باورمند است که حکومت در تلاش بازگرداندن دوباره آمریکا به افغانستان است. کنترل طالبان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و برقراری آشتی سیاسی در این کشور دشوارتر شده است. دولت افغانستان در حال حاضر همه تلاش خود را می کند تا به نحو امریکایان را به افغانستان بازگرداند. شما می دانید که تمامی موضع گریانان در حال حاضر این است که امریکایان را مسئول فاجعه بدانند. برخی از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان سیاسی اما پاکستان را همسایه بد برای افغانستان می‌دانند و عامل وضعیت کنونی هم این کشور را می‌پندارند. می‌خواهم که پاکستان یک سو بسرد افغانستان یک سو بسرد پاکستان باشه. برنامه‌ای 20 سال 30 سال پیششان است و فعلا هم در نقش یک سخنگوی طالبان کار میکنه، خو یارزویش به گور می‌بره. پاکستان به حساب من حیث یک کشور مداخله‌گر، من حیث مرشد و مربی و من حیث حامی و حمایتگر قاطع طالب ها در صحنه سیاسی نظامی عرض وجود کرده و تمام اختیارات طالب ها به دست پاکستان و پیش پاکستان و ISIS. ارگ ریاست جمهوری هم در واکنش به گفته های نخست وزیر پاکستان میگوید سخنگوی طالبان نباشند و دست از تجهیز طالبان در افغانستان بردارند. عمران خان در حالی به نقل از طالبان به پیش شرط انجام گفتگوهای صلح افغانستان اشاره کرده است که پیش از این مقام پاکستانی در دیدار با خبرنگاران افغانستان گفته بود که پاکستان سخنگوی طالبان نیست و آنچه این گروه انجام می دهد به اسلام آباد ارتباطی ندارد. مشاور امنیت ملی پاکستان در واکنش به هشتگ تحریم پاکستان از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در افغانستان گفته است که حساب‌های شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و هند همیشه به خاطر بدنام کردن پاکستان استفاده می‌شود. مؤید یوسف تاکید کرده که شدت جنگ افغانستان و هشتگ تحریم پاکستان اسلام آباد را وحشت زده کرده است. در چند روز پس این کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان با راه‌اندازی هشتگ پاکستان را تحریم کنید از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند تا بر پاکستان به خاطر آنچه مداخله در امور افغانستان و پشتیبانی از گروه‌های هراس افغان به ویژه طالبان می‌دانند تعزیرات وضع کنند. هشتگ تحریم پاکستان هنوز هم از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان ادامه دارد. شش روز پیش این هشتگ همزمان با یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان آغاز شد. این کارزار تا حالا از مرز 700 هزار مورد گذشته است. ادامه این کارزار در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر واکنش مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. مشاور امنیت ملی پاکستان گفته است که حساب‌های شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و هند همیشه به خاطر بدنام کردن پاکستان به گونه عمدی استفاده می‌شود. افغانستان می معاملہ بڑھ رہا ہے. گردآوری شواهد به طور گسترده کار شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که حساب‌های رسانه‌های اجتماعی از افغانستان و هند بارها و بارها به خاطر بدنام کردن پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان که پاکستان را عامل افزایش ناامنی در افغانستان می‌دانند، حتی در زیر پست‌های مقام‌های ارشد آمریکایی و بریتانیایی این هشتگ را کار گرفتند. همسایه‌هایی که واقعاً ثبات در افغانستان نمی‌خواهند،
امنیت در منطقه نمیخواین و اونا فقط منافع خود در جنگ و ترویج خشونت میبینن. پاکستان از جمله همسایه های هست و بوده و متاسفانه شاید هم باشه در آینده که هیچ گاهی باورمند به پروسه صلح در افغانستان نبودن. شماری از این کاربران میگویند که انتظار دارند جامعه جهانی به خواستشان مبنی بر تحریم پاکستان به دلیل دخالت در امور افغانستان لبیک بگوید. آنچه که امروز تحت هشتگ و یا هم کمپاین تحریم پاکستان برای انداخته شده در حقیقت صدای مردم افغانستان است که ما امیدوار هستیم سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به رهبری آمریکا و صدای مردم افغانستان لبیک. شدت گرفتن نبردها در کشور و گسترش حمله های طالبان بر مرکزهای شهرها در روزهای پسین شهروندان افغانستان را واداشت تا با استفاده از شبکه های اجتماعی برای وضعیت کنونی کشور دادخواهی کنند. این هشتگ که در ابتدا حرکت خودجوش و مردمی به نظر می رسید، حالا پشتیبانی گسترده‌ای در میان تیپ‌های گوناگون جامعه پیدا کرده، از دانشجو و کارمند گرفته تا نویسنده، خبرنگار و تا مقام‌های حکومتی. بررسی ها نشان می دهد که بیش از نیم از خانواده هایی که به تازگی از ولایت های شمالی کشور بیجا و در دو بخش کابل مسکن گزین شده بودند، افراد نیازمند و بیجا شده این ولایت ها نبودند. از میان بیش از 1500 خانواده بیجا شده که دیروز سروی شده، تنها 645 خانواده نیازمند بودند. از دیروز تا کنون 500 خانواده به مکانهای دیگر که مناسب گفته شده بجا شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت و دیگر نهادهای مددرسان خواستار رسیدگی به این خانواده هاست. آمار دقیقی از این خانواده های بجا شده در دست نیست. خانواده هایی که بخشی از آنان به دلیل جنگ خانه هایشان را در ولایت های شمالی کشور رها کرده و اینجا در پایتخت پناه آورده اند. حکومت هم در حال بررسی است که دریابد چه تعداد از این خانواده ها واقعا به دلیل جنگ های تازه در شمال بجا شدند و به اینجا آمده اند. بررسی های تازه حکومت این است که تقریبا بیش از نیمه از این خانواده ها از جنگ های کنونی در شمال بیجا نشدند، بل از بخش های دیگر کابل به این محل ها آمدند. از بیش از 1500 خانواده که بررسی شده است، تنها 646 خانواده نیازمند و بیجا شده بودند. حدود 646 خانواده نیازمند و بجا شده واقعی تثبیت شده که روند انتقال از اینا هم در همین روز چهارشنبه شروع شده و فعلا هم جریان داره. وزارت امور مهاجران نگران است که ادامه جنگ در مرکز ولایت ها ممکن شمار این بجا شدگان را افزایش دهد و رسیدگی به آنان هم دشوارتر از حال شود. این وزارت از جامعه جهانی خواستار کمک است. بجا شدگان در دو بخش کابل مسکن گزین شدند، پارک شهر نو و پارک آزادی، که جای مناسب حال آنان نیست. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها هم دست به کار شده و مکانهای تازه را برای اسکان این خانواده ها شناسایی و آماده کرده است. ما امیدوار هستیم که بتوانیم تمام خانواده های بیجا شده را با محلاتی که در نظر گرفتیم ببریم تا اینکه به گونه منسجم و به گونه هماهنگ کمک ها بر از اینا برسد. چشم و امید خانواده های بیجا شده هم به سوی حکومت و نهادهای مددرسان جهانی است. دولت کمک کنه، پیسه به تفرز به تزندگی به تا چه کنیم میروزه تو بیا سعی کنیم خونده در خیاله چی روزه در و در تینیم اگه پایجایی کده نمیتونه بخید از جا مورا خواره کده خانواده را نجات داده نتونیستیم. اونجا در منطقه سویه آسیب بده طالب است. خودمون کابل به سرنویش به خانه اموتو میگردیم. خواست به ما کمک کنه که دمی افتاون نباشیم تفلکامون نسوزه در شکمون کمک کنه. گشنستیم، بیوستیم، بیچارستیم. با این همه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد موج عظیم بیجا شدگان داخلی نگران است و از حکومت و نهادهای جهانی می خواهد که همکاری کنند. توقع ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همطور از نهادهای بین‌المللی که در این راستا کار میکنند این است که هرچی سریعتر توجه بسیار ویژه و خاص داشته باشند برای وضعیت این بیجا شده های داخلی و برای فراهم آوردن حداقل
یک وسایل زندگی و نیازهای اولیه که این دوستان درش نیازمند هست. بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها، در کل شمار خانواده هایی که به دلیل جنگ و ناامنی از ولایت هایشان بیجا شدند به 60,000 خانواده می رسد که از این میان 53,000 خانواده آن کمک های اضطراری دریافت کردند. یک منبع با اعتبار به تلویزیون یک تایید میکند که در ادامه تلاش های تازه سال دولت افغانستان طرح مشارکت سیاسی در دولت و توقف بیدرنگ حمله های طالبان به شهرها را پیشنهاد کرده. در دو روز پس این دو هم میزبان دو نشست منطقه‌ای و جهانی در پیوند به صلح افغانستان بود. امروز نیز سومین نشست در چارچوب کشورهای منطقه در مورد صلح افغانستان برگزار شد. سخنگوی عبدالله عبدالله در این میان میگوید طرح جامع دولت صلح افغانستان به کشور قطر سپرده شده. رئیس جمهوری ترکیه هم گفت به احتمال قوی با سران گروه طالبان دیدار داشته باشد. میلاد سیار گزارش می‌دهد. ادامه تلاش‌های صلح افغانستان در سایه آتش کمپ بیشینه نبردها. یک منبع با اعتبار به تلویزیون یک تایید می‌کند که در ادامه تلاش‌های تازه صلح دولت افغانستان طرح مشارکت سیاسی در دولت و توقف بیدرنگ حمله‌های طالبان به شهرها را پیشنهاد کرده است. اما در داخل افغانستان برخی جریان ها که برای صلح کار میکنند تاکید دارند که باید به گروه سوم همچون میانجی برای موفقیت روند صلح افغانستان نقش داده شود. دواره طرف خدیه بنی قانی ندی چی دریم تواب ورکول سی او دریم دوی پا مابین ککشینی ملامت پا ملامت بندی وای سلامت پا سلامت بندی وای. در دوحه تلاش ها برای صلح افغانستان شتاب داده شده است. در دو روز پسین دو نشست در پیوند به صلح افغانستان برگزار شده است. نشست ترویکای توسعه یافته و نشست برخ فرستاده های کشورهای جهان در مورد صلح افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از نشانی دولت افغانستان در این نشست ها حضور داشت و امروز هم در سومین نشست منطقه‌ای که در پیوند به صلح افغانستان برگزار شد اشتراک کرد. در جریان سفر سه روزه آقای عبدالله طرح صلح دولت افغانستان به قطر نیز سپرده شد و بر بنیاد اطلاعات سپیدار در ادامه نشست ها تلاش شده تا پیشنهاد جهان از صلح افغانستان قطع جنگ و سرگیری گفتگوهای معنادار صلح جلب شود. د ملي مصالحې د شورا رئیس په نننۍ ناسته هم د تیرو ناستو په څیر د افغانستان د سولې پیغام واوروي. د افغانستان اسلامي جمهوریت خپله طرحه چې د افغانستان د سولې د تامین او د روانې کشالې د حل لپاره یوه جامع طرحه د کوربه هیواد ته سپارلې ده. در کشو قوس های تازه صلح افغانستان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه CNN گفته که به احتمال قوی با رهبران گروه طالبان به زودی دیدار کند. نهادهای زیربط ما در حال حاضر دیدارهای با طالبان دارند. حتی شاید من هم اگر موقعیتش پیش بیاید دیدار با رهبر آنان یعنی طالبان را بپذیرم. چون اگر اینان را در سطح بالا زیر کنترل در نیاوریم حفظ صلح در افغانستان امکان پذیر نمی شود. با این حال کاخ سفید که یکی از طرفهای مهم و تعیین کننده روند صلح افغانستان به شمار می رود یک بار دیگر به نیاز یک توافق صلح در افغانستان و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرده است. ما با پشتیبانی هوایی خود از نیروهای افغانستان ادامه می دهیم و همان گونه که رئیس جمهور بایدن واضح ساخت رهبران افغانستان باید گرده هم بیایند و مسئولیت آینده افغانستان بر دوش اینان است. طالبان هم باید ارزیابی کنند اینکه چه نقشی در تعامل با جامعه جهانی می توانند داشته باشند. گروه طالبان تا هنوز در مورد تحرک‌های تازه در روند صلح به صورت رسمی چیزی نگفتند. در حال حاضر روند گفتگوهای صلح میان افغانان با یک بنبست اعلام ناشده روبرو است و برای سرگیری گفتگوها انتظارها به نتیجه تلاش‌های تازه دوخته شده است. در ادامه بریم بیرون از افغانستان چند خبر کوتاه از جهان.
درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانش که در بریتانیا زندانی است با تحولات جدید روبرو شده است. دادگاه در لندن 7 ماه پیش با صدور حکم اعلام کرده بود که نگرانی بابت سلامتی روحی آقای آسانش و احتمال خودکشی او در آمریکا به این معناست که استردادش مقدور نیست، اما حالا قاضی دیگر به ایالات متحد اجازه داده است که به تصمیم دادگاه ابتدایی اعتراض کند و مدارک بیشتر ارائه دهد. دادگستری آمریکا می‌خواهد بنیانگذار و یکی لکس را به هم انتشار اطلاعات محرمانه و جرم‌های سایبری محاکمه کند. این اطلاعات محرمانه شامل هویت خبرچین‌هایی میشد که در افغانستان، عراق و دیگر نقاط به دستگاه‌های امنیتی کمک می‌کردند و اسناد مربوط به آنها بین سال‌های 2010 و 2011 منتشر شد. آقای آسانش بیشتر گفته بود که این پرونده سیاسی است. پارلمان لهستان لایحه جدید رسانه‌ای را تصویب کرده که به گفته مخالفان تلاش برای مسدود کردن یک کانال تلویزیونی منتقد دولت است. دولت میگوید این قانون برای جلوگیری از کنترل قدرت‌های متخاصم خارجی بر شبکه‌های پخش کننده در این کشور ضروری است. اما منتقدان معتقدند که تصویب این لایحه تلاشی است برای فشار آوردن به شرکت آمریکایی دیسکاوری برای فروش شبکه تلویزیونی TVN، بزرگترین شبکه تلویزیونی این کشور. هزاران نفر در سراسر لهستان با آمدن به خیابان‌ها خشم خود را از تصویب این لایحه نشان دادند. از وضعیت هوا و نرخ اسعار هم بدانید. های ورزش با ادریس فاروقی. 4 دور رقابت‌های تیم منتخب هندبال کابل امروز آغاز شد. 120 ورزشکار در قالب 10 تیم از باشگاه‌های پایتخت برای 6 روز برابر هم رقابت خواهند کرد. قرار است در پایان 36 شهره برتر در قالب 2 تیم عضویت تیم منتخب پایتخت را به دست آورند. در تیم است که 120 ورزشکار از دهی چهرهای بسیار برتر هستند و چهرهای بسیار خوب هستند و ورزشکارهای بسیار قوی هستند. اگر برتون بگویم تقریبا 35 نفر 25 نفر از تیم ملی نمی بچه ها شاید انتخاب شوند که بچه های قوی هستند و یادتر کلاب هایی که هستند یا خریداری کردن ورزشکار ها را از ولایت ها خریداری کردن مسابقات کلاب هست. در دیدار گشایشی این رقابت ها تیم پلی‌تکنیک با حساب 21-18 از صد کابل کلاب گذشت. هندبالیستان کابل هم از بهتر شدن سطح برگزاری این مسابقات میگویند. مسابقه خیلی گام بزرگ بود با فدراسیون ما، خیلی کمک کرد. خیلی ما میتونیم که در این مسابقه که ده تیم اشتراک کرده با سطح کابل، ما میتونیم این مسابقه میتونه که پلیرهای نخبه پلیرهای تاپ میتونه با تیم ملی معرفی بسازه. از لحاظ کمی تعداد تیم ها ولایت هایی که تیم نداشتن تیم دارن، تسهیلات و تجهیزات برای تمرین دارن، دیگه از لحاظ کیفیت هم بسیار سطح خوب شده، سیستم مسابقات خوب شده. قرار است تیم ملی هندبال آقایان کشور تا نزدیک به 1 ماه دیگر برای حضور در یک دور اردوگاه تمرینی و نیز رقابت دو جانبه با ایران راهی تهران شوند. هندبالیستان بانوی کشور هم تا نزدیک به 1 ماه دیگر رقابت های آسیایی را به میزبانی عمان در پیش دارند. رقابت‌های انتخابی سنوکر با شناسایی 2 چهره برتر برای فرستادن بر رقابت‌های آسیایی به پایان رسید. رئیس خان سینزای عنوان قهرمانی و نیز سالی محمد محمدی لقب نایب قهرمانی این دور رقابت‌های انتخابی سنوکر را به دست آوردند. رقابت‌های قهرمانی سنوکر آسیا در ماه سپتامبر امسال به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. زمین از این مدالس مسابقات رو تحبه شهر کابل رو هم دازی کنیم تا نیستیم که چهره های برتر که با مسابقات آسیایی و جهانی پیشینی داریم انتخاب کنیم. در 8 دور رقابت های گزینشی سنوکر 52 ورزشکار از باشگاه سنوکر پایتخت برای 3 روز برابر هم رقابت کردند.
چلسی با غلبه بر ویارال در ضربه های پنالتی قهرمان سوپرجام اروپا شد. دو تیم دیشب در چارچوب دیدار سوپرجام فوتبال اروپا برابر یکدیگر قرار گرفتند که این بازی پس از تساوی یک بر یک در وقت های قانونی و اضافه با پیروزی 6-5 چلسی در ضربه های پنالتی به پایان رسید. فصل پیش چلسی لیگ قهرمانان اروپا و ویارال هم لیگ فوتبال اروپا را فتح کرده بودند. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. تا درود دیگر. بدرود.